سلام بچه ها، امروز اومدم با هم این اسپیکر خفن رو با هم آنباکسش کنیم، بعد نشونتون بدم چه ویژگی های خفنی داره. اسپیکر بوز 500 هستش، یه اسپیکر آمریکاییه که با هم آنباکسش کنیم ببینیم چه شکلیه. این یکی از بهترین اسپیکرهای توی بازار هستش توی رنج قیمتی خودش. آره دیگه دیده میشه دیگه، اینجا آنباکس کنیم، اینجا نوارش رو میکنیم. چه خفنه، یه کوالیتی خیلی بالایی داره، جزء اسپیکرهای پریمیوم حساب میشه. اوه چه خفن، بدنه آلومینیومی داره که واقعا خفنه. بذار در بیارم نگاه کنین، پارتشو در بیاریم. اوه خیلی هم سنگینه. اوه از جنسش مشخصه چی قشنگ، بدنش از آلومینیوم هستش اگه نگاه کنین و اندازش هم میبینید. یه LCD جلوش هستش که اطلاعات رو نمایش میده، دکمه های فیزیکی لمسی بالاش هستش. این اسپیکر 360 درجه هستش، یعنی دور تا دورش این پایین اسپیکر کار گذاشته شده و میکروفون هم داره و دستورات صوتی رو از 360 درجه از شما میگیره. الکسا داره، میتونید به سه طریق باهاش ارتباط برقرار کنید. یکیش همین الکسایی که دستورات صوتی رو از شما میگیره و میتونید موزیک رو عوض کنید یا جلو عقب کنید، کنترل کنید که اصلا چی براتون پخش کنه، پادکست پخش کنه، شبکه عوض کنه و هر کاری که دلتون میخواد، یا از طریق دکمه های فیزیکی که این بالا هستش کنترلش کنین و بهش فرمان بدین، یا از طریق اپلیکیشنی که داره بوزه میتونین ازش استفاده کنین برای کنترل این اسپیکر. توان خروجی این اسپیکر 25 وات هستش که شاید فکر کنی که زیاد نیست و توان مثلا کمیه توی اسپیکرهای خونگی، ولی به خاطر تکنولوژی که پشتش هست و فرکانسی که موزیک توش تولید میشه کیفیت خیلی خوبی داره و صدای خوبی تولید میکنه که برای پارتی ها میتونید ازش استفاده کنین برای استفاده روزمره. شب سیاه و چشم بیدار، موزیک پخش کردن یا فیلم دیدن خیلی خوبه و صدای استریو تولید میکنه، صدای 360 درجه که معمولا برای اینکه این صدا تولید کنی به چند تا اسپیکر نیاز داریم، ولی با توجه به طراحی خاصی که این داره 360 درجه هستش و از داخل این سوراخ ها من میتونم اسپیکرها رو ببینم، میتونه صدای استریو براتون تولید کنه که وقتی فیلم میبینین یه هیجان خاصی بهتون بده. شرکت سازنده این اسپیکر بوزه برای دانشگاه ماساچوست هستش و تولید اسپیکر هم توی شرکت‌های توی کشورهای آمریکا، چین، مالزی و مکزیک انجام میشه که حالا برخی مدل‌ها تو برخی کشورها تولید میشه. این اسپیکر به خصوص که مدل 500 هستش، بوزه 500، توی مکزیک ساخته شده. قسمت پایین اسپیکر هم جای شارژش رو می‌بینید با یه آداپتور USB-B و همچنین کابل IUX هم بهش میخوره که با اینکه IUX تکنولوژی قدیمیه ولی این تکنولوژی رو هم داره و میتونید با کابل بهش وصل بشیم و به نظرم یه آپشن خیلی خوبیه. از ویژگی‌های دیگه‌ش اینه که هم میتونید با بلوتوث بهش وصل بشین هم وای فای، اینم خیلی خوبه. 6 تا کاستوم باتوم داره، یعنی 6 تا دکمه داره که از این بالا اگه نگاه کنین که میتونین اونا رو شخصی سازی کنین، مثلا وقتی میخواین پادکست گوش بدین اونو گزینه 1 قرار بدین و هر موقع دکمه 1 رو قرار فشار بدین براتون پادکست پخش بشه، یا اسپاتیفای بهش وصل کنین، دیزر وصل کنین، اپل پلی رو وصل کنین، یا آمازون موزیک رو باش وصل کنین که و کاستوم سازی هم میتونید باش بکنید که مثلا یکی از این دکمه ها رو بزنید براتون آمازون موزیک پخش بشه، یا میتونید از الکسا بخواین که آمازون موزیک یا مثلا اپل موزیک یا دیزر رو براتون پخش کنه. Hey Google, play set fire to the rain from Adam. Sure, set fire to the rain from Spotify. Playing on Bose Smart Speaker 500. از ویژگی دیگه این اسپیکر خاص میتونم به میکروفونش اشاره کنم که 360 درجه هستش و خیلی حساسه و حتی وقتی که توی خونه‌تون کلی بچه دارن شیطونی میکنن، شلوغ میکنن، سر و صدا زیاده، میتونه دستورات شما رو بفهمه و اجرا کنه و این خیلی ویژگی خوبی هستش. اینم کابل شارژش هستش که از پایین وصل میشه به اون جایگاه شارژش، اگه نگاه کنین اینجوری میره میخوره بهش و واقعا کیفیت فوق العاده است. الان داشتم به نیما میگفتم که چه کیفیت پریمیوم خیلی خوبی داره، واقعا کیفیت خیلی خوبی داره و اینم توش بود که گارانتی و اینا هستش، دفترچه‌ش برای راهنما. شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پن.